سیاست پاکستان در چارچوب که توسط قانون اساسی تعیین شده صورت میگیرد. این کشور یک جمهوری پارلمانی فدرال است. قدرت اجرایی به کابینه ملی بر ریاست نخست وزیر واگذار میشه که به طور منسجم در کنار پارلمان و دادگستری فعالیت میکنه. مقررات تعیین شده توسط قانون اساسی یک بررسی دقیق و توازن در تقسیم اختیارات بین قوه مجریه، مجلس و قوه قضاییه را فراهم میکنه. از سیاست های خارجی و داخلی این کشور چی میدانیم؟ چرا در این اواخر پاکستان شاهد تنش های شده؟ تأثیر تغییر وضعیت در کشورهای منطقه به ویژه افغانستان در صورتی که وضعیت در پاکستان تغییر میکنه تأثیرش چیست؟ دوستان امشب با آقای دکتر ملک ستیز از پژوهشگران برجسته بین الملل و آقای عمر صمد دیپلمات پیشین و همچنان سفیر پیشین افغانستان در فرانسه این موضوع را به گونه علمی و تحلیلی به بحث میگیریم که هر دو مهمانان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای ستیز اجازه بدین با شما آغاز بکنیم موضوع را. میدانیم که منافع ملی هر کشور چراغ رهنمای سیاست های داخلی و خارجی هر کشور پنداشته میشه. در واقع سیاست خارجی پاکستان چگونه یک سیاست است؟ سلام میکنم بر شما و مهمان گرامی سفیر صاحب صمد و بینندگان نهایت ارجمند. خب ببینید سیاست خارجی پاکستان دارای یک سلسله مؤلفه های بسیار با اهمیت است که چنان که شما گفتین منافع ملی پاکستان را به عنوان یک دولت مطرح می کنند. این مؤلفه ها در گام نخست نگاه سیاست خارجی پاکستان به غرب به عنوان یک پارتنر مهم به ویژه ایالات متحده امریکا است. امریکا در واقع نگاه استراتژیک داره به سیاست خارجی پاکستان، پارتنر بسیار با اهمیتش است. حمایت های مهم سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی پاکستان را به عهده داره. اجتماعی به این معنا که زمینه ساز روابط سیاست خارجی پاکستان در اوائل شکل گیری این نظام شد. مؤلفه دوم نقش بریتانیای کبیر است. بریتانیای کبیر در ساختن جمهوریت به نام پاکستان نقش بسیار مهم داشت. ساختارهای حقوقی و سیاسی پاکستان مبتنی بر اونمو ارزش ها و هنجار هایی است که بریتانیا او را تهداب گذاشت و تا هنوز هم سیستم های حقوقی اداری و همه انفراستراکچر دولت کنونی پاکستان برمو بنیاد حفظ شدن. عنصر دوم پارتنرشیپ اقتصادی دولت پاکستان است. این پارتنرشیپ اقتصادی دولت پاکستان بیشتر با دولت بسیار مهم منطقی بسان چین هست. چین یکی از پارتنرهای مهم در مراودات اقتصادی این کشور است و زمینه ساز برای توسعه اقتصاد ملی پاکستان است که بر سیاست خارجیش خیلی سرنوشت ساز است. عنصر چهارم که در حدود هم چالشزا است ولی جایگاه مهمی در سیاست خارجی پاکستان داره او هندوستان است. هندوستان یکی از در واقع چالش های بسیار مهم در سیاست خارجی پاکستان است و اگر پاکستان نتوانه این سیاست را در رابطه با گرایش هایی که هند در منطقه داره از لحاظ جیوپولیتیک، جیوستراتژیک و هم اقتصادی در آن صورت دولت به نام پاکستان بر خطر بسیار مهم در سیاست خارجی خود مواجه میشن. مؤلفه پنجم که در واقع از لحاظ اهمیت معبر برای پاکستان و آینده پاکستان خواهد داشت کشور ما و شما افغانستان است. افغانستان یکی از مؤلفه های بسیار با اهمیت است که در این جغرافیا دهلیز را برای پاکستان در مراودات اقتصادیش با چین باز خواهد کرد و زمین ساز راه ابریشم که مرحله دومی آن خواهد بود نقش بسیار با اهمیت را بازی خواهد کرد. به این ترتیب میشه که این چهار مؤلفه را به عنوان مؤلفه های مهم ولی مؤلفه نخست را که نقش ایالات متحده امریکاست به نام هژمونی استراتژیک بر پاکستان نامید.
این هژمونی در واقع هم پایه های اقتصادی داره، هم پایه های نظامی داره و هم پایه های امنیتی در منطقه داره. بنابراین سیاست خارجی پاکستان بر همین مؤلفه ها متکی است. ولی خب متغیر بله، اگر خواسته باشیم بس را واضح تر بسازیم، شما از هژمونی یاد کردین. هژمونی در زبان بین الملل به معنای چی است؟ بله، سوال خوبی را مطرح کردین. ببینین، هژمونی از واژه هژمونیا از کلمه لاتین آمده که به معنای سلطه، و یا اگر تاریخی تر به او نگاه کنیم به عنوان سلطان معنا میده، که دو مؤلفه را در خود داره، یکی فرادستان و یکی فرودستان. فرادستان کسانی هستند که فکر، اندیشه، استراتژی خود را در با استفاده از اقتصاد و قدرت نظامی بر یک جغرافیا تحمیل میکنند، و جغرافیایی که این اندیشه و این سلطه بالایش تحمیل میشه فرودستان هستند. یعنی در واقع تحمیل اندیشه های فکری منافع گسترده فرادستان بر فرودستان است. به این میگوین هژمونی. وقتی در ادبیات روابط بین الملل استفاده میشه، هژمونی تحکیم، تحمیل و تعمیم یک استراتژی بر یک دولت دیگر است. چنینه که ما این هژمونی پرقدرت ایالات متحده امریکا را بر پاکستان در این حوادث اخیر به ویژه بر کرانی نخست وزیر با صراحت مشاهده کردیم. تشکر آقای صمد. آقای ستیز خیلی زیبا تشریح کردن موضوع را، ولی یک نکته که بیشتر جلب توجه می سازه ای که پاکستان با کشورهای مثل آقای ستیز گفتن که امریکا در سیاست خارجی تاثیرگذار است، چین تاثیرگذار است، هندوستان تاثیرگذار است، ولی دیده میشه یک موضوع جالبی است که مثلا چین و امریکا خیلی روابط خوب ندارن، حتی در بعض مواقع دشمن هم پنداشته میشن. چطور تونست در این مدت دل هر دو طرف را به دست بیاره؟ اصلا نورده؟ بله، به نام خدای جان و خرد، با عرض سلام به شما استاد محترم دکتر ستیز و بینندگان نهایت عزیز، روزه و نمازتون قبول. سوال خوب است و بعد از تشریحات بسیار مفیدی که استاد را کردن، وضعیت فعلی را اگر مطالعه بکنیم ببینیم که پاکستان یک کشور در حال گذار است به نظر من. یعنی به این معنا که همین حال بحرانی را که میگذرانه و مولود یک سلسله تحولات و انکشافات در خلال چند هفته و چند ماه اخیر بوده، و یقینا که قضیه افغانستان هم تاثیرگذار بوده و فعلا قضیه اوکراین هم تاثیرگذار است، و از این هژمونی که استاد یاد کردن در ارتباط با باز اهدافی که غرب در پیش داره و باز توقعاتی که غرب در ارتباط با باز کشورها وجود دارد در نزدش. و ما یک مثالش دیروز در واشنگتن دیدیم، زمانی که وزیر خارجه و وزیر دفاع هند آمده بودند در اینجا، آقای بایدن بسیار واضح از اونا تقاضا کرد تو مثلا دیگر نفت روسیه رو نخره. این خودش یک نوع مانمدار تقاضای دیپلماتیک است که نشان دهنده امو خواهشات و توقعات است. و در ارتباط با پاکستان به فکر میکنم با مشکلات مواجه شد امریکا و غرب در مجموع، و جنگ اوکراین این تشدید بخشید تا حدی که نظامیان که مهمدار سیاست خارجی و امنیتی پاکستان در کنترل دارند در موقف مشکل قرار گرفتند. به این معنا که باز توقعاتی وجود داشت که عمران خان حاضر نبود که به او تمکین کنه و یا برآورده بسازه، و دیدارش سفرش به مسکو در ماه فوریه و مو روزی که همزمان با حمله روسیه بر اوکراین، روابط نسبتا نزدیکش که با چین داشت و حتی خواهشاتش برای ازی که با هند هم باز موضوعات حل شود و قسمی که گفته شد از افغانستان باید یک معبد برای رسیدن به آسیای مرکزی استفاده شود و باز موضوعات دیگه مورندار، همه دست به دست هم دادن و باعث امید بحران سیاسی داخلی شد. لحاظا یک بود بسیار مهمه قضیه پاکستان امروز بود داخلی خودش است. من فکر میکنم پاکستان در یک حالت قرار داره که قسمی که گفتم حالت گذار است. معلوم نیست که آیا به طرف تقویه و تامین دموکراسی و حاکمیت قانون بیشتر حرکت میکنه و یا به طرف یک بحران شدیدتر سیاسی
که در اونجا در یک طرف قوت های سنتی پاکستان که معلوم دار دو حزب قدیمی پاکستان پیپلز پارتی و پی ام ال ان نواز شریف اینا در اون نقش دارن، دو فامیل دو خانواده که در پاکستان نقشی عمده داشتن و زمیندارا و مالکین زمین و مالکین صنعت های بزرگ پاکستان منافعشان در اون داخل است و بالاخره مهمدار نقش دستگاه نظامی پاکستان که از همه مهمتر است. اینا آیا در یک طرف قرار میگیرن بر علیه عمران خان و یا ای که عمران خان میتونه که مخصوصا در بین بخش نظامی برای خود بعضی طرفدارا و حامیان سوراخ کنه که در آینده در انتخابات که قرار است دایر شود به دستش بود؟ ظاهرا شما موافق هستین آقای صمد که امریکا هم دست داشته مثلا در برکناری عمران خان. این موضوع خوب نشان نمیده که امریکا حتی در جدا از مسائل سیاست خارجی در سیاست داخلی پاکستان هم دخیل است؟ این به این تعلق داره که ما دست داشتن چطور تعریف میکنیم. ببینین باعث یک دیپلمات سابقه دار میخوایم بگویم که اگر فرضاً چیزی که ادعا میشه که یکی از معینان وزارت خارجه ایالات متحده در صحبت با سفیر پاکستان در واشنگتن که برای خداحافظی نزدشان رفته بود گفته که پس دوباره دوام حاکمیت و دوام حکومت عمران خان و یا ای که پس عمران خان دوباره در انتخابات کامیاب شود و یا ای که در رأی پارلمان برنده شود، ای برای امریکا البته امکان داره خوشایند نباشد. این اگه به زبان دیپلماتیک گفته باشه به یک شکلی از اشکال و او سفیر و انتقال داده به مرکز، باز در مرکز یک تعبیر و تفسیر خاص خود شده و از او یک ماجرای سیاسی ساخته شده، این جزئیاتش رو نمیدونیم ما شما که از کدام کلمات کدام الفاظ استفاده تشکر. شده ولی همچو چیزهای امکان داره و در این زمان طرفی که در داخل کشور است در اینجا حزب پی تی آی خواسته که از این البته بهره برداری سیاسی کنه که او هم فعلا به نفعش تمام نشده ولی میتونه در آینده به نفعش تمام شده. تشکر. آقای ستیز، آیا در مسائل داخلی در سیاست داخلی پاکستان مستقل است؟ ما نیاز داریم که 5 مؤلفه بسیار مهم را بهش آشنایی داشته باشیم. مؤلفه نخست نقش ارتش پاکستان است. ارتش پاکستان در واقع مطابق قانون اساسی و سوی هم از لحاظ استراتژیک و امکانات و زمینه هایی که داره یکی از نهادهای مهم و سرنوشت ساز برای حفاظت یک ساختار به نام جمهوری اسلامی پاکستان است. اما فراموش نکنیم که این ارتش به صورت مستمر از ایالات متحده امریکا حمایت اقتصادی به دست میاره. از سال 1948 این ارتش شکل گرفته تا همین اکنون ارتش پاکستان 98 میلیارد دلار از ایالات متحده امریکا حمایت‌های بلاعوض فراهم کرده. یعنی پس از اسرائیل ارتش پاکستان مهمترین پارتنر مستمر دولت ایالات متحده امریکا است. به این منظور است که هژمونی فکری و اقتصادی نظامی امریکا بر ارتش پاکستان خیلی اهمیت دارد. عنصر دوم که در تحلیل سیاست داخلی پاکستان اهمیت دارد او عبارت از فکر یا فلسفه پاکستانیزم است و او عبارت از در واقع اسلام سیاسی است. اسلام سیاسی یا اکستریمیزم نه به عنوان یک مؤلفه استراتژیک مطرح است ولی یکی از کارزارهای بسیار مهم تاکتیکی در فکر حفاظت پاکستان اسلامی است، جمهوری اسلامی پاکستان که در واقع فلسفه یا یک پارادایم داخلی حفاظت پاکستان را به نمایش می‌گذارد. عنصر سوم که در این اواخر خیلی اهمیت پیدا کرده و عبارت از داشتن سلاح هسته‌ای است که پاکستان صاحب از او شد و نخستین دولت اسلامی است که دارای این سلاح هسته‌ای است و در حفاظت و گارانتی دولت به نام جمهوری اسلامی پاکستان نقش بسیار با اهمیت دارد و میتواند به عنوان یکی از
پایه‌های مهم هفتمین ارتش جهان را که داره او را حفاظت بکنه و در مقابل هندوستان و سایر رقبای بسیار مهم خود ایستادگی بکنه. عنصر چهارم در حفاظت سیاست داخلی پاکستان روابط اجتماعیش است که توسط فدرالیزم تأمین میشه. فدرالیزم یک عنصر بسیار مهم در حفاظت پاکستان است، چون پاکستان متشکل از ایالاتی است که این ایالات در درون خود دشواری های بسیار مهمی داره، ولی این فدرالیزم ابزار بسیار خوبی است بر حفاظت سیاست داخلی پاکستان که بتوانند او را تعمیم ببخشند، خود را حفظ بکنند و با استفاده از سه عنصر که من از او یاد کردم ضمانت شوند. و بالاخره یک عنصر که پاکستان بر از او بسیار پافشاری میکنند در سیاست داخلی خود و هم در سیاست بین المللی خود و یا کراس کاتینگ ایشوی است، او عبارت از مبحث کشمیر است. کشمیر برای پاکستان اهمیت بسیار زیاد داره، هم بر سیاست داخلیش و هم بر سیاست خارجیش. بنابراین این پنج مؤلفه تهداب و فلسفه و در واقع دوردمای دولتی را به نام پاکستان شکل میدن. هر مؤلفه از این پنج مؤلفه اگر بلنگ یا ضعف در او ایجاد شوه، جوهر ارزشی پاکستان زیر پرسش قرار میگیره. از این سبب است که پاکستانی ها در این پنج مؤلفه به شدت حساس هستند و در سطح بین المللی لابی گری میکنند. اگر موافق باشین این موضوع رو میخوایم مطرح بسازم آقای ستیز. همین پنج عنصر در واقع چهار تای آخری را که شما یاد کردین در زیر مجموعه ارتش میشه شمرد، درست است؟ ارتش پاکستان، ارتش اینا هر کدامشان یک بخشی از وظیفه دارن. ارتش گارانت است، یک ضمانت جمهوری اسلامی پاکستان است. اسلام در واقع یک فکر است، یک داکترین جوهری دولت پاکستان است. سلاح هسته‌ای در واقع نشانگر قدرت و عظمت یک جمهوریت است. فدرالیزم در واقع ساختار سیاسی و تأمین کننده خدمات در روابط اجتماعی است و کشمیر یک خط سرخ است برای پاکستان. به دلیل این را پرسیدم که اسلامیزه سیاسی یکی از وظایف ارتش پاکستان شمرده میشه. مثلا بحث الحاق کشمیر به پاکستان خودش از مسائل است که وظایف ارتش پاکستان را میشه شکل بده و پنداشته میشه. بر صورت از آقای صمد میخوایم بپرسم که در واقع ارتش یک کشور یک بخش نظامی یک کشور میباشد، چطور در پاکستان ارتش پاکستان صلاحیت سیاسی داره؟ خب این برمیگرده به 1947 و ایجاد پاکستان من حیث یک دولت ملت مسلمان هم فدرالی هم پارلمانی و در اونجا البته رکن نظامی وحدت امی همه مؤلفه هایی که استاد گفتن تضمین میکنه و گارانتور امی دولت و ملت است و اهداف خاص خود داشته. و موضوع کشمیر از آغاز مبیندار یک چالش بسیار بزرگ بوده که منجر به سه جنگ شد و در پاکستان ما هم شاهد سه کودتای نظامی بودیم. و یکی از تحولات جدید امیست که ما میبینیم که نظامیان بعد از کودتای مشرف تصمیم میگرفتن که مستقیما دیگر در امور سیاسی دخالت نکنند از طریق کودتا و معلومدار از ابزار دیگه استفاده میکنند برای اعمال نفوذ و برای از اینکه وضعیت تا حدی که لازم است تحت کنترل داشته باشند. ولی باز برمیگردم به این که من فکر میکنم که پاکستان با نه تنها یک چالش بلکه با یک امتحان بسیار بزرگ امروز روبرو است. یا ایست که پاکستان مانند گذشته به مو خط سیری که تا حال داشته دوام میده که در او عنصر نظامی کار خود میکنه، باز حکومت ملکی تا حدی که برای صلاحیت داره میشه کار خود میکنه و توازن قوا را میخواین نگاه کنن. من به این فکر هستم که پاکستان در خلال تقریبا 20 سال گذشته با مو اندازه که در گذشته محتاج به غرب بود و ضرورت به کمک های غرب بالخصوص امریکا داشت، حالا نداره. خاصه در 20 سال گذشته یک توازن را ایجاد کنه که در اون چین یک نقش بسیار مهم داره و حتی ما در خلال چند سال میبینیم که روسیه یکی از کمک کنندای عمده نظامی پاکستان
شده و به روسیه که یک زمان باعث شوروی دشمن سرسخت پاکستان بود و در جنگ افغانستان نقش مهم از او بازی کردن در جهاد افغانستان. لحاظا ما فکر میکنم که پاکستان با سوالهای بسیار بزرگ روبروس، هم بخش ملکیش هم بخش نظامیش. ولی یک عنصر که فراموش نکنیم که در پاکستان امروز با مرور زمان از وزن بیشتر برخوردار شده، او امو حرکت های پوپولیستی است، حرکت های مردمی است، حرکتی است که در کوچه و بازار ما شاهدش هستیم. امروز عمران خان میتونه که چند میلیون نفر در ظرف چند ساعت در خیابان ها بکشانه. این کار ساده نیست در کشور مانند پاکستان. و ما فکر میکنم که برای نظامی ها یک هشدار است، یک اخطار است که یک حد و حدود وجود داره و امروز پاکستان، طبقه جوان پاکستان، طبقه تحصیل کرده پاکستان، طبقه متوسط پاکستان و حتی مردمی که از فساد گسترده در پاکستان آزرده هستند و اقتصاد به شکلی که لازم بود البته انکشاف نکرده و رقابت با هند بسیار زیاد شده و پاکستان احتیاج خاص به چین پیدا کرده، اینا همش باعث شده که مردم پاکستان در مجموع خواهان تغییر و تحول باشند. و در این جاست که من فکر میکنم که هم دستگاه ملکی سنتی و هم دستگاه نظامی حاکم باید بسیار احتیاط بکنن، چون اگر اینا زیاده روی بکنن امکان داره که در پاکستان ما شاهد یک بحران بسیار شدید تر شما باشن. فکر میکنین آقای صمد، امین آقای شهباز شریف که تازه به عنوان نخست وزیر پاکستان انتخاب شده، چی تغییر را میتونه به میان بیاره با توجه به گذشته که آقای شریف داره؟ آقای شهباز شریف یک صدر اعظمی است که من فکر میکنم کم در تاریخ دیده باشیم که با یک دوسیه فساد داخل صدارت عظمای پاکستان میشه و این برش مندار مشکلات را ایجاد خواهد کرد. مانایش ایست که دستش زیر سنگ نظامیا قرار داره و دستش زیر سنگ حلقه حاکمه پاکستان قرار داره و از شهباز شریف هر چیزی که اونا خواسته باشن میتوانن بسازن و توسط از او انجام بدن. خب در همین جاست که پس دوباره عمران خان مطرح میشه و پلتفرم را و نظر را که عمران خان از این به بعد از طریق حرکت‌های مردمی خود برای میاندازه و خیابانی خود برای میاندازه، من فکر میکنم که تاثیرات بسیار زیادی برای سرنوشت سیاسی و اجتماعی پاکستان خواهد. تشکر آقای ستیز. آیا انطباق میان سیاست داخلی و خارجی پاکستان وجود داره؟ پاکستان که در از لحاظ ساختار سیاسی خود، از لحاظ فرهنگ سیاسی خود در یک مرتبه بسیار بالا قرار داره. ما متخصصین بسیار زیادی داریم در جهان که از پاکستان نشاط کردن، سهم بسیار مهم در مناسبات بین المللی دارن. دولت پاکستان یک دولت بسیار فعال هست، اما این دولت در این اواخر دستخوش یک سلسله تحولات بسیار عوام گرایانه شد. آقای عمران خان وعده های بسیار زیادی به مردم پاکستان تحویل داد و عوام گرایی را پیشه کرد و این عوام گرایی نتوانست پاسخ بده برای مردم پاکستان. از سوی دیگر نبود، مثل که شما گفتین، نبود هماهنگی میان سیاست خارجی و سیاست داخلی پاکستان که من او را توضیح دادم، سبب شد که یک شکاف میان منافع پارتنرهای اصلی پاکستان که عبارت از ایالات متحده آمریکا و غرب است با پاکستان در میان بیاید. روز آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، آقای عمران خان در کرملین در مرکز در واقع تضاد عمیق بین کاخ سفید و کرملین ظاهر شد و در کنار آقای پوتین قرار گرفت و پیام ارائه کرد که هیچگاه این جنگ را در وقت تقبیه نکرد. این یکی از ناهماهنگی بسیار عمیق سیاست داخلی و خارجی پاکستان را به نمایش می‌گذاشت و همه تحلیلگران از زمان روز به این باور بودند که عمران خان آینده نزدیک در پاکستان نخواهد داشت. عنصر بعدی گرایش بسیار زیاد به چین و به نحو در حالت این گرایش بیشتر میشه و شکل میگیره که قراردادهای بسیار کلان با چین امضا میشه.
در حالی که چین و ایالات متحده امریکا در یک جدال بسیار مهم برای هژمونی منطقه دست و پا میزنند و این خود در واقع یک تضاد بسیار عمیق میان سیاست داخلی و سیاست بین المللی پاکستان را با در نظر داشت تاریخ پاکستان، مراوداتش با غرب و همچنان نقش ایالات متحده امریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا را به نمایش میگذاشت. اینها همه در واقع دلایل شدند که پاکستان و نظام سیاسی پاکستان نتوانست خود را با سیاست های آقای عمران خان هماهنگ بسازد و دچار تضادهای بسیار عمیق شد. همین سیاست ناهماهنگ داخلی و خارجی که در پاکستان وجود دارد چه تاثیر روی وضعیت افغانستان و کشورهای منطقه میتونه بگذاره آقای ستیز؟ هفتمین ارتش جهان را داره، یکی از پرجمعیت‌ترین دولت‌های جهان است، دومین دولت اسلامی جهان است، دولت هسته‌ای است. پاکستان مثل که توضیح دادم دارای ساختارهای بسیار قوی سیاسی است. بنان پاکستان یک عنصر بسیار مهم است برای منطقه و بر افغانستان، چون 40 سال اخیر به ویژه دوران جنگ سرد غرب تلاش کرد که منطقه به ویژه افغانستان به شدت در زیر چتر سیاست های پاکستان حفظ شود. جهاد افغانستان، دکترین برژینسکی، دکترین فیصل عربستان سعودی، اینها با هم زمین ساز شدند تا پاکستان و یک سخنگوی بسیار مهم منطقه تبدیل شود و این نقش را تا هنوز پاکستان هم حفظ کرده. بنان هر بحران بر افغانستان اثر میگذاره، بحران اقتصادی در پاکستان بر افغانستان اثر میگذاره، برعکس آنانی که فکر میکنن که بحران سیاسی در پاکستان سبب بهبود وضعیت افغانستان میشه، به هیچ صورت چنین نیست و متاسفانه اثر بدی بر وضعیت افغانستان خواهد داشت. تشکر آقای صمد. آقای عمران خان از جمله کسایی بود که در میزهای جهانی همواره از حکومت فعلی افغانستان، حکومت سرپرست، با نحو حمایت میکرد، کسانی که یا کشورهایی که در اومیز بودن را تشویق میکرد تا با حکومت فعلی تعامل داشته باشند. آقای شریف که تازه نخست وزیر شده، فکر میکنین روی کار آمدن آقای شریف چه تاثیر روی حکومت سرپرست در افغانستان خواهد گذاشت؟ بله، عمران خان چیزی را که بعضی مکتب ریالیزم میگن خودش ادعا میکنه، البته که از مکتب ریالیزم پیروی میکرد و وضع افغانستان و شرایط افغانستان از او دیدگاه میدید، یعنی به این معنا که طرفدار از این بود که جنگ خاتمه پیدا بکنه، طرفدار از این بود که از یک رای مسالمت‌آمیز و صلح جویانه به مداخلات خارجی خاتمه داده شود، جنگ های هوایی بالای مناطق قبایلی خاتمه پیدا داده شود. از این استفاده سیاسی کرد و گوش شنوا هم تا یک حد داشت، ولی امریکا نتانست. میبینید در خلال این 2-3 سال گذشته ایالات متحده یا نتانست یا نخواست یا هر دو که پاکستان تحت چنان فشار قرار بده که در سیاستش در قبال افغانستان کدام تغییر بسیار جدی رو نما شوه و قضیه افغانستان شکل دیگه بگیره. لحاظ این نشان دهنده عزیز که پاکستان در یک مرحله رسیده از لحاظ حاکمیت و از لحاظ مد نظر داشت منافع خودش که تصمیم گیرنده با بعض شرکای دیگه خود بوده، نه با ایالات متحده تا جایی که میبینیم. امروز بازم موضوع اوکراین است که من فکر میکنم غرب واداشته تا بر پاکستان فشار وارد کنه، چون غربی ها الان میخواهند که در سطح جهانی برای خود در موضوع اوکراین مختلف و متحد پیدا بکنن، کسانی که از اونا جانبداری بکنن. در قسمت افغانستان من فکر میکنم که اداره فعلی طالبان با باز سوالهای جدید روبرو خواهند شد ارتباط با پاکستان و پاکستان هم و آقای من فکر نکنم کنم تغییر بسیار تغییر واضح یا تغییر مهم رونما شود در قسمت دیدگاه پاکستان در ارتباط با افغانستان، ولی البته امکان از این وجود دارد که بحران در پاکستان باعث از این شود که در افغانستان هم سرایت بکنه. آقای عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و آقای دکتر ملک ستیز، پژوهشگر روابط بین الملل، تشکر از حضورتان در محور و دوستا ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه.